آشپزی امروزمون باقالی پلو با مرغه. یه غذای مجلسی و شیک که باقالی پلو رستورانی به گرد پاشم نمیرسه. منتها دو سه تا ترفند کوچولو داره که باید اونا رو حتما رعایت کنی. بعد میبینی که عطر و طعم این باقالی پلو مهمونات رو شوکه میکنه. حالا بریم تو کار پختش. 7 تیکه مرغ من در نظر گرفتم که برای 6 تا 7 نفر کافیه و برای این اندازه مرغ من 6 تا پیمونه برنج خیس کردم که در واقع 7 نفر رو جواب میده چون باقالی و شوید داره. یکم روغن توی تابه ریختم. وقتی که داغ شد مرغا رو سرخ کردم. مرغا رو همیشه یادتون باشه از طرف پشت اول سرخ کنید، چون اگه از طرف رو سرخ کنید مرغتون جمع میشه، مخصوصا وقتی پوست داشته باشه که بیشترم جمع میشه. مقدار کم من روغن ریختم برای سرخ کردن. شما میتونید بیشتر بریزید یا حتی توی روغن قوطه برداشه و سرخ بشه، اما من میخوام مرغمو کمتر سرخ کنم. اگه یه تیکه کره هم به روغنتون اضافه کنید موقع سرخ کردن مرغ، خیلی طعمش بی‌نظیر میشه. 3 تا پیاز متوسط در نظر گرفتم برای این خورش که به صورت خلالی خوردش میکنم. حالا شما اگه دوست نداری به این صورت درشت باشه پیازاتون، میتونید نگینی و ریزش کنید. شما از هر قسمت مرغ که دوست دارید میتونید استفاده کنید. مرغاتون که سرخ شد بذارید کنار و با همون روغنی که باقی مونده پیازو سرخ کنید. چون رون مرغ خودش چربه، بهتر که از روغن کمتری استفاده کنید. اون طرف مرغا رو هم سرخ می‌کنم. شما اگه دوست داشتین میتونین بیشتر هم سرخ کنین مرغتون رو، ولی همین که مرغ طعم سرخ کرده به خودش بگیره، مخصوصا اگر با کره سرخ بشه، مخلوط کره و روغن، خیلی طعمش عالی میشه. تو همین روغن میتونید پیازتون رو سرخ کنید. البته من چون میخوام تو همون تابه مرغم رو بپزم، توی تابه دیگه روغن ریختم و پیازا رو سرخ کردم. میذاریم پیازامو خوب سرخ بشه. مرغا رو هم میچینم توی تابه تا مواد رو بریزم روش. به غیر از اینی که پیاز داغ میریزید روی مرغاتون، بهتره که یه دونه پیاز رو دو تیکه بکنید و بذارید روی مرغا. بعد موقع سرو کردن اون پیازی که خام انداختید پخته شده با مرغاتون، اون پیاز رو جدا کنید و بذارید کنار. یکم زردچوبه، یکم فلفل، پودر تخم گشنیز، پودر پاپریکا و زنجبیل. اینم زنجبیل رنده کرده. زنجبیل حتما به این موادتون بزنید و حدود 1.5 قاشق هم رو که همه رو با هم تفت میدیم که هم خوش رنگ بشه هم خوش عطر بشه، عطر ادویه ها در بیاد. سعی کنید همیشه زنجبیل به مرغتون بزنید، خیلی طعمش رو خوب میکنه. رو با ادویه ها که تفت خورد آب جوش رو بهش اضافه میکنیم. خیلی زیاد آب نریزید توی خورشتون. اول یه لیوان میریزیم خوب همه از هم باز بشه مواد، بعد آب غوره و آب لیمو اضافه میکنیم. برای این اندازه من 2/3 لیوان آب غوره اضافه کردم و 1 قاشق پر آب لیمو.
اگه پودر پاپریکا نداشتین میتونین یه دونه فلفل دلمه کوچیک و چند تیکه کنید و بندازید توی پیاز داغتون. ترکیب این آبغوره با این مواد خیلی خوب میشه. سیرم به اندازه‌ای که دوست دارید درسته به مرغتون اضافه کنید. یادتون باشه برای مرغ هیچ وقت سیر و رنده یا خورد نکنید. بهتره که درسته بندازید. این طعم فوق‌العاده‌ای به مرغتون میده. نمکم میریزیم و موادو میریزیم روی مرغ. به همه قسمت‌ها میریزیم تا همه رنگ و طعم این موادو بگیره. رو هم رفته به اندازه تقریبا 2 لیوان سرخالی میشه که آب ریختیم توی مرغ. براش کافیه. مرغم خودش آب میندازه. بهتره که خیلی مرغمون آبدار نباشه. برای مرغ مجلسی بهتره که یکم آب داشته باشه به اندازه ای که ته ظرفو بگیره. وقتی مرغ به جوش اومد زیرش رو کم میکنیم با حرارت کم تا پخته بشه. دیگه چیزی برای اضافه کردن نداره به غیر از زعفرون که نیم ساعت آخر اضافه میکنیم. خب برای اینکه روی مرغم طعم بگیره 2-3 دفعه در طول پخت این کارو بکنید. آب خورش رو برگردونید به آرومی روی مرغا بریزید. اینطوری همه مرغا طعم میگیره. برای نیم ساعت آخر پخت مرغ زعفرون دم کرده رو اضافه میکنیم بهش. روی همه مرغا میریزیم که همه خوش رنگ و خوش عطر بشه. خب حالا میریم سراغ باقالی پلومون. برنج رو میریزیم توی آبی که جوش اومده. نمکم اضافه میکنیم و 4-5 دقیقه آخر که مونده برنجتون آبکش کنید باقالی ها رو بهش اضافه کنید. اگر زودتر باقالی رو بریزید سفت میشه. پخته نمیشه دیگه. برای برنج های مخلوط بهتره که از قابلمه بزرگتر استفاده کنید. برنجتون کاملا جا داشته باشه تا خوب در بیاد. خب باقالی ها رو که اضافه کردیم 2-3 تا جوش خورد آبکش میکنیم. ته قابلمه‌مون هر چی که دوست داریم برای ته دیگش میذاریم. یادتون باشه اگر خواستین ته قابلمه‌تون نون بذارید حتما دو طرف نون رو روغنی کنید. اینطوری خیالتون راحته که نمیچسبه. یکم برنجو که ریختیم شیویده خشک یا شیویده تازه رو بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. دوباره یکم برنج میریزیم و شیویده روش میریزیم. لایه لایه تا آخر این کار رو تکرار میکنی. به نظر من هرچی شویده این غذا بیشتر باشه خوشمزه تره. یکی دو لایه که برنج و شوید ریختیم یه مقدار پودر دارچین روی برنجمون میریزیم. برای این اندازه 2-3 بار پودر دارچین اضافه میکنیم. اینطوری برنجمون خیلی خوش عطر و طعم میشه. مخصوصا وقتی که یک رو به آخری که برنج میخواد دم بکشه کارش تموم بشه زعفرونتون رو توی ظرف کوچیک بریزید و بذارید روی برنجتون دم بکشه. اینطوری دیگه برنجتون واقعا طعمش معرکه میشه. یک بارم پودر گل میریزیم روی برنجمون. برای این مقدار برنج یک بار پودر بریزیم کافیه.
یه مقدار از برنج که هنوز سبزی روش نریختیم، شوید نریختیم، برمیداریم برای زعفرونی کردن. اونو میذاریم کنار برنجمون تا دم بکشه. یه مقدارم آب و روغن بدید روی برنج تا زودتر دم بده. حتما با روغن باشه یا با کره، فرقی نداره. فقط برنج چرب بشه که به هم نچسبه. خب برنج ما دم کشید و روشم روغن ریختیم و اجازه دادیم 5 دقیقه بمونه، بعد برنجمونو میکشیم. اینو یادتون باشه برای برنجای حتی سفید یا برنجای مخلوط، 5 دقیقه بعد از اینکه روغن دادید یا 5 دقیقه بعد از اینکه حرارت رو خاموش کردید برنجتون رو بکشید. اینطوری برنجتون از هم باز میشه. اون مقدار برنج سفید رو ما برای زعفرونی برداشتیم. بقیه برنج رو خوب زیر و رو میکنیم تا همه یک دست بشه. خب اینم از باقالی پلو مجلسی ما. ممنونم که یک بار دیگه با من همراه بودید. اگه این آموزش رو دوست داشتید خوشحال میشم که لایک کنید و برای دوستاتونم بفرستید. حتما این باقالی پلوی خوشمزه رو درست کنید، حالا یا با مرغ یا با گوشت، با هر چی که دوست دارید. طعم این مرغ فوق‌العاده است. به نظرم درست کردنش هم خیلی آسونه. لطفاً اون زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی با اطلاع بشید. خوشحال میشم که سابسکرایب کنید و مهمون همیشگی کانال من باشید. اینم یکی دیگه از غذاهای سنتی و اصیل ایرانی که میتونه زینت بخش سفره مهمونیامون باشه. تقدیم به نگاه گرم شما عزیزان. حتما نظرتون راجع به این غذا برام بنویسید. دوست دارم بدونم که نظرتون چیه. تا به حال قیمه شاه عباسی خوردی یا همون قیمه لاپولو؟ مطمئن باشین این گزینه رو اگر برای مهمونیتون انتخاب کنید هوش از سر مهموناتون میبره. این یکی مرغ قوره‌ای لاپولویه. برات نگم که فقط باید درستش کنی و خودت امتحانش کنی.